سلام، چطوری؟ خوبی؟ امروز جمعه 28 اردیبهشت، من تو خیابون لارستانم و دارم میرم فروشگاه سازکالا که با هم یه سری بزنیم ببینیم چی داره چی نداره و آشنا بشیم با فروشگاه و فروشنده‌هاش و بلم. گیتار کلاسیک و تار و نام گیتار الکتریک های تو مغازه کیبورد هر چی بخوای اینجا هست. خیلی وقت تو قیمتش نیست. این هم که ستار و تار و این هم تار و نفسازهای کوبه ای داربوکا و تنبیت و این هم که سنتور خودمونه. اینجا هم یه سری گیتار الکتریک هست دیگه. اینجا بوده خب یه سری پدال و افکت و اینجا هم تو قفسه هست خیلی مختلف همش تو سایتشون هم هست بتونید از تو سایت هم سفارش کنید. هم اسپیکر مانیتور ها هستن هم کارت صدا و میکروفون و تشکیلات هم صندلیشون هم اینجا میشین مثلا این دسته ها این مقداری قطرشون کاش از این هم بگیدی که قطرشون رو ببینی ببین قطرون مثلا نسبت به این ببین این مثلا این رو داری از اون باریکتر ببینی چوب مثلا زردشون ببینی باریکتر دسته هایی که باریکتر هم من برای صفحه های سریع نوازی توش شردینگ استلان هست مناسب تر و در این دسته هایی که میبینی چاپتر هم اینا حالا گیتاریست هایی که خیلی اهل سبکای قدیمی تر مثل جاز و بلوز و اینا علاقه شون به دسته های ضخیم تر بهتر چون راحت تر میتونن یه سری تکنیک ها رو اجرا
فکر این خصوصیت خوبی که این ساز داره، حالا من خیلی شاید طرفدارش نباشم خب، ولی کویل اسپلیت بهش میگن. یعنی چی؟ ببین این پیکاپا که گفتم هامباکرن گفتین خب، اینا با این کشیدن به بیرون اینا رو سینگل میکنی خب، یعنی تو میتونی صدای سینگل هم داشته باشی. ولی معمولا صداشو من نمیپسندم، ولی خب برای اینکه فرض کن مثلا تو اجرای زنده تو دیگه دو تا گیتار با خودت نبری که مثلا یکی سینگل باشه یکی فیلت، مثلا این تفاوتش کلا چقدر صداش بلند. ولی مثلا ببین سازی که برای مثلا ساخت متال ساخته شده، راک ساخته شده، تو میتونی بلوز هم بزنی، صداش یه مقداری چیز بکنیم. البته من ریکوتش توی آکوستیکا. حالا نمیدونم این دوربین میتونه اینجا رو بگیری یا نه. ببین صفحه روی شبیه تخت سلاس به اینا میگن لامینیت، لایه لایه از حالا بازمونده های چوبایی که تو کارخونه چیز نمیدونم نمیتونه بگیره احتمالا، ولی یه نگاه بکنید این لایه لایه از چوبی که گذاشتیم، یه لایه بالایی یه لایه وسط اینا. اینا سازهای نسبتاً که همچی ارزون قیمت هم. این صفحه رویشون خیلی رزونانس نداره، یعنی لرزش خوب صدا خیلی زود تمام میشه، خفه میشه، صداش بمتره یه مقداری. ولی خب هرچی که به سمت بالاتر میری این یواش یواش قطعاتش تبدیل به چوب میشن. اول صفحه بالاییش چوب میشه، چوب یه تیکه یا دو تیکه میشه و اون موقع خیلی صدا روشن‌تر، صدا قوی‌تر و با رزونانس بالایی میشه. بعد دیگه توی قیمت خیلی بالا این صفحه پشت و کناریش هم تبدیل به چوب میشن دیگه، لامینیت نیستن و دیگه قیمت اونا خیلی گرون میشه. و پیشنهاد من همیشه برای کسایی که میخوان شروع کنن اینه که با سازهای خیلی گرون قیمت شروع نکنن و ببینید پیکاپ خیلی برای شما مناسب نیست به عنوان یکی که باید شروع بکنید. معمولا پیکاپ ها قیمت سازها رو افزایش میده. با همون پولی که مثلا یک ساز پیکاپ دار میخواییم بدید چیز بکنید، همون پول رو بدید یه سازی که پیکاپ نداره و مثلا با قیمت خیلی بهتر میتونید بخرید. این تیونر کلیپسی ها خیلی خوبن نسبت به مثلا چی میگن اینا که با گوشی و اینا اپای گوشی که چیز میکنی، اینا خودشون اتوماتیک از چیز میگیرن، از صدا لرزش رو میگیرن، در حقیقت لرزش رو تو بدنه اینو میگیرن. این راحت میتونی کلیپ کنی. ولی خب با اپ اگه یه جایی باشه که شلوغ باشه سلام. ببینم گیتار بیسه. خب گیتار بیس هم یه سازه که تو ریتم سکشنه، یعنی تو بخش ریتمه موسیقی ماست معمولا. خب خودش هم چیز داره، اصلا ما آلبومایی داریم که گیتار رو بیس سولو میزنه همش خب، و یکی از اصلی ترین سازهای سبکای مدرن محسوب میشه گیتار بیس، چه جاز بگیم چه تری بلوز که
اینا قدیمی ترن و بعد سبک راک و متال و اینا الان اینا جزء لاینفک موسیقی مدرنه. من اول تشکر بکنم ازتون که امروز اومدیم وسط یه مشتری و اینا زحمت بهتون دادیم، افتخار دادین به ما که بیایم اینجا و حالا معرفی بکنیم شما رو. فقط میخوام ببینم که چه روزایی هستین، چه ساعتایی هستین، بعد شرایط فروشتون چجوریه، آیا اقساط هم دارین ندارین، من یه توضیح بدین که ببین روزایی که ما هستیم سازکالا تقریبا تمام روزای هفته بجز روزایی که تعطیل رسمی ان سازکالا بازه. امروز مثلا جمعه است. آره جمعه ها ما از ساعت 11 هستیم تا 7 است، روزای عادی 10 صبح هستیم تا 8 است. خب این تایم کاریمون رو بجز تعطیلی های رسمی درست. برای خرید به صورت نقد و اقساط هر جفتشو داریم. نقد که حالا میان مبلغ و کارت میکشن تحویل میگیرن دیگه، خیلی توضیحی نداره. برای اقساطش هم یه سامانی اقساطی داریم تو سامانمون تو سایت سازکالا که میتونن ثبت نام کنن، مدارکشون رو وارد کنن، بعد از اینکه مدارکشون رو تحویل دادن یک چهارم پیش پرداخت میدن، باقیش هم چند فقره چک صیادی. پس زامن و تشکیلات اگه گردش حسابشون خوب باشه دیگه زامن و اینا نیاز نداره. ممنونم، بازم تشکر میکنم. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشه.